خب دوستای عزیز، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود. میریم به طرف یک درس دیگی از ریاضی صنف هفتم که او عبارت از ای باشه که حل تمرین همین درس گذشته که مفهوم تجزیه بود. یعنی عنوان درس ما چی هست؟ حل یک تمرین است. حل تمرین تجزیه. حل تمرین تجزیه از ریاضی صنف هفتم. ریاضی صنف هفتم. خب دوستان عزیز، من از اینکه گفتم مفهوم تجزیه را آدم بفهمه، ضرور هست که بعضی تمرینش را برای شما عزیزا کار کنیم. درست دوستان عزیز؟ خب ببینین، تمرینی که در صفحه 32 کتاب است، البته صفحه 32 کتاب، صفحه 32 یک سوالات داره. ببینین دوستای عزیز، در رابطه با همین درس گذشته تان است، چون گفتم که از این بابت مهم شده میره درس ها، باید که همین خود چیزش تمریناتش هم دوستای عزیز کار شد، برای از این که باز به سادگی دیگه نمیشه که آدم یاد بگیره. با یک مثال و دو مثالی که در متن درس است این آدم یاد گرفته نمیتونه، ناگزیر باید تمرین هم در پولیش کار شد. خب سوال اولش تو راست، کدام جمله درست است؟ کدام جمله درست است؟ سوال اول تو راست، عدد یک عدد اولیه نیست و عدد یک عدد قابل تجزیه می باشد. ببینید دوست عزیز، این جمله که عدد اولیه نیست، این جمله غلط است. نه عدد اولیه است، نه عدد غیر اولیه، هیچ کدامش نیست. اما وقتی که او رقم باشد، پس عدد یک قابل تجزیه می باشد. قابل تجزیه مفهومش که به خودش تقسیم میشه. منظورش اینه درست است. اما در مورد ازی که آیا عدد اولیه هست یا عدد اولیه نیست، ما پیشتری طور گفتیم که عدد یک نه عدد اولیه است، نه عدد غیر اولیه، یعنی نه عدد مرکب است و نه عدد اولیه، اما قابل تجزیه به خودش هست. به خودش هست، یک تقسیم یک یک. متوجه هستین؟ خب سوال دوم دوستای عزیز، یک سوال است که 187 مساوی است با 11 ضرب 17، آیا این یک عدد اولیه است و یا ای که کدام جمله درست است؟ ببینید دوست عزیز، یک عملیه را براتون داده، 187 مساوی است با 11 ضرب 17، 11 ضرب چی؟ 17. اینا این عملیه داده شده، دو تا جز داده براتون. یک جزش ایست که شما بگوین که 187 عدد اولیه است. 187 عدد چی است؟ اولیه است. عدد اولیه است. آیا این جمله درست است؟ یا اینطور بگویم که عبد جز ضربیش است. عبد جز ضربی 187 می باشد. کدام جمله صحیح است؟ ما چی میگیم؟ میگیم ببینین 187 با 11 پوره تقسیم شده که 17 شده. دو چیزی که ضرب میشه یه عدد پیدا میشه، یعنی ای تقسیم از ای یه عدد میته و اگر تقسیم از ای شود ای را میته. اینمی دوتا عدد عوامل ضربی از ایست. عوامل چیش است؟ ضربی. چرا؟ ای دوتا ضرب شده ای را به دست آورده. پس اینی جمله درست است، این جمله غلط، این جمله چی؟ درست. 17 جز ضربی 187 است. یک عدد مرکب به اعدادی که تجزیه میشن، هر کدام از اون عوامل ضربیش میگن. هر کدامش عوامل چیش میگن؟ ضربیش میگن. پس 187 عبده عوامل یک عامل ضربیش است. سوال سوم دوستای عزیز، کدام یکی از اعداد زیر اولیه و کدام یک مرکب است؟ ببینید یک سوال است، جواب بتیم براتون.
از جمله اعداد داده شده 15. خب 15 دوست عزیز، 15 با خودش پوره قابل تقسیم یک، 15 با یک تقسیم 15، درست؟ و 15 با 3 تقسیم 5، 15 با 5 تقسیم 3. ما دیدیم که غیر زی که خودش و با یک با دیگه اعدادم پوره تقسیم بود، عدد مرکب است. پس 15 را میگیم عددی چی است؟ مرکب، عدد مرکب. همین عملیه را در مورد کلشان ما و شما مد نظر میگیریم. 51 سرچپش کنیم، یکی را به جای دیگه باریم. 51 چطور؟ 51 غیر به خودش، غیر به خودش 51، غیر به 51 که جوابش یک میشه، و غیر از اینکه 51 با یک تقسیم شد که 51 شد، آیا با کدام عدد دیگه پوره قابل تقسیم هست؟ نیست. پس از جمله 51 عدد اولیه است. عدد چی است؟ اولیه. با می ترتیب میم دیگرش 49. 49 با 7 پوره قابل تقسیم نیست؟ هست دیگه. غیر با یک و خودش با 7 شد، پس عدد مرکب. 37 غیر به خودش و به یک به کدام چیز دیگه پوره تقسیم نمیشه، از جمله عدد اولیه. 14 غیر به خودش و یک به 7 پوره قابل تقسیم است، به 7 به 2 پوره قابل تقسیم است، پس عدد مرکب. و بالاخره 11، 11 غیر به خودش و به یک به کدام عدد دیگه پوره قابل تقسیم است؟ نیست، عدد اولیه. سوال دیگهش، آیا عدد یک عدد مرکب است؟ ما پیش از چه گفتیم؟ که یک نه عدد مرکب است و نه عدد اولیه. متوجه هستین دوستان عزیز؟ پنجم، در مقابل اعدادی که اولیه اند، اولیه در مقابل اعدادی که مرکب اند، مرکب بنویسید. 67 اولیه، 90 مرکب. چرا غیر است؟ خودش با یک، با ده، با پنج، با دو، چرا رقم اولش که گفتیم صفر بود با دو پوره قابل تقسیم است، و عددش رقم اولش که صفر بود با پنج هم پوره قابل تقسیم است، پس او عدد مرکب. همینطور 59 عدد اولیه، عدد اولیه. خب بیایم سر اعداد 1111 ایره. دوست عزیز چه فکر میکنه؟ و بالاخره 847 چی فکر میکنین؟ یا متوجه سین؟ و بالاخره 73 چی فکر میکنین؟ عین همون طریقه و عملی را در کار بارین. اگر به خودش، به خودش و به خودش و به یک تقسیم بشد عدد اولیه، اما غیر از خودش و یک اگر با کدام اعداد دیگه پوره تقسیم میشد، بازو رو ببرین دوستای عزیز در جمله اعداد مرکب. خب در اعداد زیر کدام یا اولیه نیستن؟ 23 اولیه است، 21 اولیه نیست، به 7 تقسیم شد و 3 میشه. 19 عدد اولیه است، 47 عدد اولیه است. سوال آخرش رو ببینید، در اعداد زیر کدام یکی عدد مرکب نیست؟ 64 مرکب است، رقم اولش جفت با دو پوره قابل تقسیم، 39 با 3 پوره قابل تقسیم، 67 این عدد مرکب نیست، عدد چی از دوست عزیز؟ اولیه. و بالاخره 90 رقم اولش چی؟ صفر است. معلوم میشه که با دوم پوره قابل تقسیم و پنجم آجاز دیگه کار کردن نیست، حل کردن نیست. از امروی از او آدم باز میفهمه که دیگه این عدد، عدد چی است دوستای عزیز؟ عدد مرکب است. چرا؟ به خودش و به یک و دیگه اعداد هم پوره قابل تقسیم است دوستای عزیز. در مورد امی 847 و 1111 دوستای عزیز، یک چیز هم مده نظر بگیرین که ما قابل تقسیم بر هفت کار نکنیم، اونمو رو به هفت هم تقسیم کنیم. به دو نمیشه، به سه نمیشه، به شش نمیشه، به پنج نمیشه، به نو هم نمیشه. عددی که گفتیم به سه قابل تقسیم، یادتان است عددی رو ما شما گفته بودیم که
به نو پوره قابل تقسیم باشه، به سیم پوره قابل تقسیم است. فقط یک زحمت باید بکشین دوستای عزیز که ما امیره در جمله سوال امیره برتون قرار میتونم که غیر از این که به یک است و به خودش است، یک زحمت بکشین به نو و به هفت امور تقسیم کنین. امی 1111 و 847 73 را نید دیگه 73 نمیشه. این همی دو تا عدد ببینین که به نو و به هفت پوره تقسیم میشه یا نمیشه. چون قابل تقسیم بر هفت در کتاب تو نورده، ما هم یادآوری نکردیم چون در پروگرام تو نیست گله یک چیز اضافی نشه و همه تو به نو هم تقسیم کنی. اگر پوره تقسیم نشد بگیرین این جمله عدد اولیه. اما اگر دیدین که تقسیم شد و 11 هم بگیرین، هفت و نو و 11، این طریقیش ما براتون یاد دادم، عملیش خودتان انجام بدین. امی عدد 1111 را و 847 این امی را من با عنوان کار خانگی براتون میتونم و طریقیش هم براتون یاد دادم که به هفت و نو و 11 تقسیم کنین. اگر تقسیم شد برین در جمله عدد مرکب، اگر نشد برینش در جمله عدد چی؟ اولیه. انشالله که دوستای عزیز مایی را فراموش نمیکنن. بیاین امیره براتون با عنوان فعالیت کار خانگی میتیم که در خانه شما کار کنیم. دوستای عزیز سوال به این ترتیب است، آیا عدد 1111 عدد اولیه هست یا عدد مرکب؟ 1 سوال. سوال دوم، عدد در کتابتون عدد 847 عدد 847 عدد مرکب است یا اولیه؟ این دو سایز است. اینمی دو تا را کار کنین و انشالله که دیگه در تمرین هم برای شما عزیزا کدام مشکل باقی نمیمانه. تا ساعتی دیگه که باز در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتای بی همتا مسپاریم. تشکر از توجه شما عزیزا.